سلام سلام سلام، من سینا ولی الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. هفته گذشته اگرچه هفته کم سوژه و کم سوتی و کم چرنگویی و کم دروغگویی و کم جنایتی نسبت به بقیه یه هفته ها بود، اما به جاش تا دلتون بخواد خبرای خوب هم داشت. مثلا دلار 25 تومانی که شده بود 60 تومن، یه دو سه ساعتی شد 40 و خورده‌ای تومن. البته الان که برنامه داره پخش میشه نمیدونم چقدره، ولی به هر حال همین دلخوشیای کوچیک ساعتی هم کم چیزی نیست. اما از اون مهمتر و از اون خوشحال کننده تر خبر جلو عقب نکشیدن ساعت رسمی کشور بود که واقعا جا داشت به خاطرش بر طبل شادانه بکوبیم و برخیزیم و پرچم رو برداریم و بکنیم تو چاچیز بزنیم بر سر در خانه. این ساعت نمیره عقب، نمیره جلو. به به، ساعت چنده؟ ساعت بخونم 50. جدید یا قدیم؟ قدیم دیگه. خیلی ها از اعلام این خبر ذوق کردن. آخ جون. به 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 به، این اسکل هم که واسه هر چیزی یک گزارش مالکشی درست میکنه. یعنی اگه فردا یه قانون تصویب کنن بگن مردم دیگه حق ندارن بادمندشون رو خالی کنن، این فردا میکروفونو میگیره دستش میره دم توالت عمومی میگه خوشحالین دیگه نمیتونین بگوزین، خوشحالین دیگه آلودگی صوتی ایجاد نمیشه، ذوق کردین از اینکه کسی بوی بد ایجاد نمیکنه. به 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 به. بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعات کاری کارکنان ستادی دستگاه‌های دولتی به 6 صبح تا 14:45 تغییر کرد. خب اینم یه خبر خوبه دیگه، منتها واسه کله پزیا. از امروز سر صبح که سش پر نمیزنه تو خیابون، وقتی در مغازه رو باز میکنن کله پاچه گوسفند بار بذارن، دیگه احساس تنهایی نمیکنن، چون کارمندای دولت هم باهاشون بیدار شدن برن سر کار. دیگه چی از این بهتر؟ رئیس جمهور در نخستین مقصد سفر منطقه‌ای به آمریکای لاتین وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد و مورد استقبال رسمی مقامات بلندپایه این کشور قرار گرفت. لامصب همین جور خبر خوبه که از در و دیوار داره میریزه. چی بهتر از دیدار گندگوز خاورمیانه و گندگوز آمریکای لاتین؟ چی بهتر از امضای تفاهم نامه همکاری بین دارندگان پشکلترین پول ملی جهان؟ حالا من و شما شاید خیلی برامون فرقی نکنه، ولی بدون شک این سفر حداقل دل یک نفر رو خیلی شاد کرده، اونم ننه مرحوم هوگو چاوزه. به هیچ عنوان اینترنت نباید قطع بشه. یعنی یه جوری حرف میزنی انگار اینترنت مرض داره، خودش هی خودش رو قطع میکنه. خب وقتی یه ابلهو میذاری وزیر ارتباطات که کفتر نامرسون رو به تلگرام و واتساپ ترجیح میده، همین میشه دیگه. مگر یه جایی یه توجیه منطقی خیلی جدی داشته باشه؟ بله، توجیه منطقی خیلی جدی مسئله بسیار مهمی. مثلا هر جا دیدید مردم سبزی پلو با ماهی و باقالی پلو با گردن و عدس پلو با ماس هوس کردن، این توجیه منطقی داره. قطع کردن اینترنت مردم که هیچی، قطع کردن سر و دست و پا و گردن مردم هم توجیه منطقی پیدا میکنه براشون. رونمایی از موشک هایپرسونیک فتح با حضور ابراهیم رئیسی و مقامات سپاه پاسداران. آخه پرپکان جان که بزرگترین فعالیت موشکیش برمیگرده به اون زمانی که از دفتر مشق کلاس 6ش کاغذ میکنده باش موشک درست میکرده میزده پس کله معلمشون رو، برداشتین بردین رونمایی از موشک هایپرسونیک، اینو بعد میبردینش رونمایی از پوشک هایپرسونیک. رئیس جمهور آمریکا گاهی هم تلاش کرده با افرادی که وجود نداشته اند دست بدهد. کشوری که مسئولاش برای حل مشکلاتشون دست به دامن موجودات و چیزایی میشن که وجود خارجی ندارن، از چیه این تعجب کردن؟ وجدانن کشوری که 3 رئیس جمهور آخرش یکی محمود حاله نور، یکی صبح جمعه با حسن، یکی هم ابی پرپکان 6 کلاس هست، خیلی صلاحیت مسخره کردن رئیس جمهور بقیه کشورها رو نداره ها. یکی از مسائلی که دغدغه جدی مردم متدین ایران است، اباهه‌گری ها و هنجار شکنی هایی است که در عرصه حجاب و عفاف در حال روی دادن است.
دقت کنید، گفت دغدغه مردم، یعنی دغدغه مسئولین نیست، چون اونا دغدغه های خیلی بزرگتر و مهمتری دارن، مثل دغدغه خرید سیسمونی از استانبول. برنامه‌ریزی دشمن برای دو قطبی سازی بین مردم و ایجاد تنش و اختشاش دوباره. بازم دو قطبی؟ بابا کدوم دو قطب؟ والا این روزا ما که هر چی رو می‌بینیم، نه اینوری نه اونوری، متفق القول همه یه قطب و هدف گرفتن. مسئله بسیار مهم دیگر، ضرورت تفکیک بین افراد ضعیف الحجاب با هنجار شکنان است. تفکیک نداره دیگه، هر کس داره به حد توان و وسع خودش آفتابه رو میگیره رو ارزش ها و آرمان هاتون، ولی در نهایت هدف همشون یکیه. باید از بی نتیجه بودن و پرهزینه بودن شیوه پیشین گشت ارشاد تجربه لازم گرفته شود. باریکالله، این یعنی وقتی یه خریتی میکنید به جای این که در اصل خریتتون تجدید نظر داشته باشین، فقط روش انجام اون خریت رو تغییر میدین. The dress code is now it is followed by a majority of Iranians. They believe in the dress code, but also, as you mentioned, a minority might also not believe in the dress code, but it's now a social regulation. این اعتقاد شما به مبارزه با آمریکا که از دیوار سفارتش بالا میرین ولی توله‌هاتون رو میفرستین همونجا درس بخونن، اعتقاد مردم به حجاب هم همون جوریه، یه چیزی میکشن رو سرشون که فقط از دست شما جاهش‌ها در امان باشن. صحبت‌های رئیس جمهور اون دوره پدید اومد که ما افراد به زور نمیتونیم به بهش ببریم، ما موظف هستیم وسیله سعادت مردم رو فراهم کنیم. آها، این بهشتی که میگین قرار توش آخوندان باشن یا نه؟ اگه هستن که خب طبیعی ملت ترجیح بدن قید هرچی هوری موری و شراب مراب و اسهل پسهل بزنن برن تو جهنم در حالی که چوب نیمسوز تو ما تحتشونه سرب مذاب سر بکشن، ولی دیگه چششون به ریخت اینا نیفته. عنوان لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب. من به عنوان یک مخاطب نیمه نخبگانی منتظر موادی هستم که حمایت درش گنجانده شده باشه. نیمه نخبگانی؟ چرا شکست نفسی میکنی؟ نیمه نخبه یعنی چی؟ تو کشوری که به شیش کلاسه میگن دکتر، به لیسانس حسابداری میگن استاد، به این میگن پروفسور، به اسکول میگن تحلیلگر و از همه مهمتر به اینا میگن دانشمندان 1% برتر جهان. یکی مثل تو سوپر نخبه محسوب میشه، نه نیمه نخبه عزیزم. آقا خود تو حفظ کن. خیلی خوب، الان قیافش رو نگاه نمی کنم، گوشات هم بگی صدای نوارش رو نشنوی، دماغت هم بگی بوت کلونت محرکش رو نشنوی. لامصب همه ی حواس پنجگانش هم وصل شدن به کمرش، انگار که علاوه بر بینایی و شنوایی با بویایی و چشایی هم تحریک میشه. خب مردک، تو که در زندگی دنبال کسی هستی که نه دیده بشه، نه بو داشته باشه، نه صدا بده که بعد با چوست ازدواج کنی. یکی از دوستان ما رو دیده بود، این دختر خانم خیلی زیبا بود، بعد این مادر بهش گفت میشه شماره تو بدی قصد ازدواج داری؟ گفت نه متأهلم. خب حالا یه کاریش بکن. وای پاره شدم خنده. اسم برنامه سید خندانه ولی محتواش به درد زیر پل سید خندان میخوره بیشتر. البته اینم از معجزات ارزشی بودنه دیگه. حرفی رو که ما تو برنامه میزدیم بهش میگفتن تضعیف خانواده و ترویج خیانت و زنای محسنه و رابطه نامشروع، وقتی ارزشی باشی و بزنی اسمش میشه خنده حلال و سالم. 6 ماه وقت لازمه تا همه پزشکان و مراکز درمانی به سامانه ملی باروری سالم قانون حمایت از خانواده بپیوندن. فقط بی زحمت کنار این سامانه ملی که مال قبل از زاییدن مردمه، فکر کارت ملی بعد از زاییدنشون هم باشی. بچه به دنیا اومد کارت ملیش نره تا 3 سال بعد از بلوغ. دبیر قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفته هدف این سامانه حمایت از مادران بارداره. والا این که دارید کم کم فروش وسایل پیشگیری رو تو داروخانه ها و مراکز بهداشت ممنوع میکنید، بیشتر میخوره هدفتون جمع‌آوری کاندوم های خاردار باشه، نه حمایت از مادران باردار. کسانی که صاحب فرزند سوم و یا بیشتر میشن مشمول دریافت 200 متر مربع زمین میشن. 200 متر زمین؟ واقعا امیدوارم این خبر صحت نداشته باشه، یا اگه داشت حداقل به گوش اون حاج آقا تلمبچیان پدر پرجمعیت ترین خانواده جوان ایران نرسه. ایشون با همین فرمون پیش بره 10 سال دیگه بعد حمله کنیم به کشورهای همسایه، خاکشون رو بگیریم بدیم به اینو بچه‌هاش. طرف غربی قطعا خوشش نیومد که یک پادویی، یک بدبختی
از این کشور اخراج شد و بعد یک حکومت مردمی جایگزین شد. آها، که البته بعد از 44 سال کار به اونجا رسید که همون مردم به بابای اون پادوی بدبخت میگن روح شاد، به بانی اون حکومت مردمی میگن گور به گور شده. هم از ابزار سخت استفاده کردن، هم از ابزار نرم استفاده کردن. ولی شما چنان وحشیای عقب مونده ای هستین که کلا هیچ ابزار نرم و سختی روتون اثر نداره، فقط باید از ابزار فوش جلوتون استفاده کرد. ابزار نرم در محیط های دانشگاهی شکل گرفت. ابزار نرم؟ مطمئنی نرم بوده؟ اون نه اینوری نه اونوری که دانشجوها میگفتن ابزارش سخت بوده؟ شاید راجع به قبلش داره حرف میزنه. فرد به خاطر اینکه مثلا خانواده مذهبی داره، خانم با چادر میاد با روسری انشالله خارج میشه. این فاجعه بزرگی هستش برای یک کشور. با چادر میاد دانشگاه با روسری خارج میشه، فاجعه بزرگی برای یک کشور. ولی فقر و بیکاری و دزدی و جنایت نه. خب آخه اگه برعکسش بود و با روسری میومد و با چادر چاخچور میرفت که دیگه اسمش نمیشد دانشگاه، میشد واحد خواهران حوزه علمی قم. این اتفاق براش میفته، یک حالت تجاوز فکری هستش. تجاوز فکری هم صورت گرفته باشه، از جانب شماست که صبح تا شب با 23 و زلال احکام و به سمت خدا و مهران رجبی مغز مردم رو گاییدید. استاد در آمریکا مثل استاد ایران هستن، در طول روز کلاس دارن، عصر و شب سری به خمره میزنن. کارهای قلمی این اساتیدی که ما به ازل میپرستیم در ایران متأثر از در صورتی که اساتید آمریکایی باید از اساتیدی مثل ایشون و استاد حداد عادل الگو بگیرن و قبل از نظریه پردازی به جای سری به خمره لبی به وافور بزنن. دوستان خیلی مظلومه آقای دکتر، و معمولا هر روز که صبح تا شب چند نمونه از مظلومیت جمهوری اسلامی رو میبینیم. واقعا راست میگه، طفلی خیلی معصومه، اصلا آرامش و آسایش نداره. باید دزدی و اختلاس بکنه، رودخونه بخشکونه، خودروی بی کیفیت بسازه، رانت بده، فیلتر کنه، تازه همزمان معترضا رو زندان بندازه و اعدام هم بکنه. خیلی بدبخت بهش فشار میاد. عزت‌الله زرقامی بار دیگه خواهان تخصیص اینترنت بدون فیلتر به گردشگران خارجی شد. چه خوب، این کار هم موجب توسعه صنعت توریسم میشه، هم صنعت تروریسم. اینجوری که گردشگر خارجی رو دستگیر میکنیم با بمبگذار وطنی تاخت میزنیم. زرقامی وزیر میراث جمهوری اسلامی گفته پول نگهداری ابنیه تاریخی رو نداریم و اونها رو میفروشیم. پس آسوده نخواب کوروش که یهو دیدی شبونه 4 تا قلچماق با حکم تخلیه ریختن تو پاسارگاد، گفتن بلنشین میخوام شعبه دوی کوروش مال رو اینجا بزنیم. فلافل یکی از خوراکی‌های سنتی ایرانه. من خودم شخصا از اهواز مجبور شدم تو 7-8-10 تا قرفه هر جا یه فلافل بخورم، پولم نمیگرفتن. مجبور شده. میدونم مفخور تو ایران زیاده، ولی مفتخوری که خاطرات مفتخوریشو اینجور با افتخار تعریف کنه همین یه دونه است تو دنیا. از این نظر این خودش جزو آثار تاریخی محسوب میشه یه جورایی. آقا رونمایی کباب خوناب که انشالله میخواییم مثل مکدونال دنیا رو بگیره. بهتر از مکدونال. آره دنیا رو گرفته، ولی معلوم نیست کجاشو. قدم بعدی هم که ایشالله میشه اکبر جوجه به جای KFC، اصغر سگپز به جای برگر کینگ و پشمک حاج عبدالله هم به جای شکلات نوتلا. نسبت به فضای سبز حساس، لذا فضای سبزمون رو داریم به شدت توسعه میدیم. البته با این عمل کردی که تا این مدت در حل موزل ترافیک و آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی داشتین، به نظر میرسه که بیشتر در زمینه توسعه فضای قهوه‌ای موفق بودی نه فضای سبز. برخی ها که احساس میکنن که در واقع شهردار در سایه، شهردار در واقع که بودن کاری نکردن، اونا شهردار از سایه داره خواهد کار کنه. خدا به داد ما برسه. نه خدا به داد تهران برسه. اون از اون شهردار بیخایه که استفاده داد رفت زنشو کشت، این از این شهردار در سایه، اینم از این شهردار بیمایه که مدیریت چاله میدونم واسه زیاده. من زبونم جوریست که اگه بخوام حرفه همه شون میشم. ای والا، خب مشکلم همینه که شما تنها عضو فعال بالاتنتون همین زبونه، مغز پغز همه تون از هم تعطیله. کسی شهردار بوده هیچ کاری نکرده جز دوچرخه سواری، میخواد بره شهردار از سایه بشه. خدا برو بهش سایه بشین دوچرخه پا دوچرخه بزن. ولی به جاش ایشون از وقتی شهردار شد هر کاری از دستش برمی اومد انجام داد.
واسه دومادش البته. بهترین جا؟ واقعا؟ یعنی میخوای بچه تو بندازی زندان؟ چون بهترین و مناسبترین و در شأن‌ترین جا واسه آقازاده های دزد و راندخار شما همون زندانه. خواهرزاده شریعت مداری کیهان به سمت مدیریت مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد منصوب شده. اشکالی نداره، اشکالی نداره، جایی هیچ نگرانی نیست. حالا درست داییش آدم منفور و بی منطق و بی سواد و بی خود و کارگشته ایه، ولی من خیلی بعید میدونم این به داییش رفته باشه، چون کلن این مسئولای جمهوری اسلامی هیچ کدوم به داییشون نمیرن. میدونین که چرا؟ خدا هم با مردم شفاف مطلق نیست. خب من اصلا معارفم به اینا رو میدونم. خدا هم با ما شفاف مطلق نیست. همه چیزو به ما نمیگه. میگه شما ظرفیت نداری همه چی بهت بگم. شاید به تو گفته. ولی حالا با توجه به اینکه اینقدر شفافیت بده، پس اجازه بدیم منم خیلی غیر شفاف و غیر مستقیم نظرمو راجع به شما و همکاراتون بگم. چون ظرفیت ندارید که. نظر فراستی در مورد فیلم بابیلون تو حلق تک تکتون. بابیلون اثر شزل عظیم پر سر و صداست، هیاهوه اما مدفوعه. بابیلون مدفوعه؟ استاد واسه نقد فیلم باید نظر تو راجع به چیزی که میبینی بگی، نه چیزی که میخوری. یا توسل کامفورت این بانوی دوم جمیل خانم که رفته ونزوئلا و اونورا که بهتر انگلیسی صحبت میکنه. یعنی یه جوری با این انگلیسی حرف زدنتون تر زدید به آبروی ایران و ایرانی که به جای دستگاه دیپلماسی باید بهتون گفت دستگاه گوارش. ما حساس شدیم، رفتیم یوتیوب هم آمارشو نگاه کردیم، دیدیم اونم همینه. لینکدین هم نگاه کردیم. حالا کاری نداریم که اون اسمش لینکدینه نه لینکدین. من فقط میخوام بدونم شما چجوری از چیزی که حتی اسمش هم بلد نیستین استفاده میکنین آخه. هوش مصنوعی یه چیزیست که باید بسیار بهش توجه بشه. ولی خب متاسفانه در کشور ما به جای راه حل‌های هوش مصنوعی بیشتر به چرندیات یه مش کم هوش طبیعی توجه میشه. خیرات حلوا و خرما و مواد غذایی برای چیه؟ این خیرات این حلوا تبدیل میشه به غذای برزخی، به جنس برزخی، اونجا بهشون تحویل داده میشه. بابا ولمون کن، ملت تو ایران از سر کوچه بندری سفارش میدن 3 ساعت طول میکشه پک غذا رو بیاره، تازه آخرش هم سرد میاره، بعد تو میخوای این دنیا فیش بزنی اون دنیا تحویل بگیری. یاد فیروز نادری گرامی رفت و دیگه این چیزا رو نمیبینه. ادای احترام ایرانیان از طیف‌های گوناگون به دکتر فیروز نادری در پی درگذشت این دانشمند برجسته ایرانی آمریکایی. واقعاً آه و حسرت و فغان برای دانشمندی که یک عمر خدمت کرد به بشریت توی ناسا، ولی همین ناسا نذاشتن برگرده به کشورش. چیز میز این هفته رو ببینید تا بهتر بگیرید چی میگم. قربان بیاد اینجا، فکر کنم اولین تصویر سیاه چاله رو تونستیم ثبت کنیم. با همین فرمون پیش بریم میتونیم به سرمنشأ هستی و نحوه شکل گیری کائنات پی ببریم. قربان بیاین اینجا، فکر کنم اولین تصویر کشف حجاب رو تونستیم ثبت کنیم. احسنتکم، با همین فرمون پیش بریم میتونیم به سرمنشأ نقشه های استکبار جهانی برای ترویج بی‌بندوباری در جامعه پی ببریم. قربان اینجا رو فکر کنم یک سیاره ناشناخته رو کشف کردیم. الان مشخصات رو در میارم، یک سیگنال میفرستیم ببینیم شاید موجود زنده داشته باشه. قربان اینجا رو فکر کنم گیرش انداختیم، الان کد ملیشو در میارم، یه پیامک اخطار براش میفرستم جریمه بشه. قربان سیگنال ارسال شد. قربان پیامک ارسال. قربان این مرد بود، چیکار کنیم حالا؟ براش پیامکم فرستادیم. اشکالی نداره، تقصیر خودشه، نه به اون سبیلای عسکری نه به اون موهای عروسکیش. این آخرین ربات مجهز به هوش مصنوعیه که میتونه در کسری از ثانیه به تمامی سوالات فیزیک و ریاضی و شیمی پاسخ بده.
این آخرین روحانی مجهز به هوش مصنوعیه که میتونه در کسری از ثانیه به تمام سوالات شهری پاسخ بده. هوش مصنوعی؟ بگو ببینم من تکرار بی نهایت رادیکال کوسینوس ایکس در مبانی منهای دو به توان 8 ضرب در لوگاریتم براکت ایکس دو به توان 3 منهای 6 تقسیم بر قدر مطلق ایکس دو به توان انتگرال تانژانت 75 درصد منهای 100 4 به توان 18 میشه چند؟ حاج آقای مصنوعی، وقتی میخواییم بریم توالت اول باید کدوم پامونو بذاریم؟ جواب شما میشود 7.2 با پای چپ. ولی این که نشون دادید پای راسته. مطمئنی؟ بله این راسته، این چپ. بذار چک کنم. وطنم این شکوه پا بر جا، چیز میز چیز میز چیز میز چیز میز چیز میز چیز میز